بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث اخلاق صحبت در حدیث جنود عقل و جهل بود که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف یک کتاب مستقل برای شرح و تفسیر این حدیث جنود عقل و جهل نوشته اند. این دلالت میکنه که این روایت یک روایت خاصی است، یک روایت مورد توجهی است که این حدیث رو مرحوم امام یک کتاب درباره این روایت نوشتن. خب فرازهایی از این روایت رو در مباحث گذشته خوندیم و مطرح شد. یه قسمتش این بود که خیر از جنود عقل و شر از جنود جهل. شما هر چه شر میبینید مربوط به جهل و اون چه خیر میبینید مربوط به عقل. و هو وزیر العقل، یعنی خیر وزیر عقل. وزیر عقل کارهای خیری است که انسان انجام میده. و جهل ضده شر و هو وزیر الجهل، شر وزیر جهل. و ایمان و ضده الکفر، ایمان ضدش کفره. یکی از نکاتی که در مباحث گذشته بهش اشاره شد این بود که ما اگر بخواهیم بفهمیم سعادت یک گروه و یک جامعه رو چگونه بفهمیم. جامعه سعادتمنده که در روایت داریم که کلمات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اذا اراد الله بقوم خیرا کسر فقهاهم. اگر یه قومی خیر درشون زیاد بشه فقهاشون زیاد میشه. و اقل جهالهم، و جهالشون کم میشه. هر جامعه دیدی جهالش کمه عالمانش زیاده، در اون جامعه سعادتمنده. فاذا تکلم الفقیه وجد اعمانا، عالم وقتی که صحبت میکنه یه عده‌ای او رو کمک میکنن، میگن این حرف درستی میزنه، حرف صحیحی میزنه، حرفش کامله و طرفدارانی پیدا میکنه. و اذا تکلم الجاهل قهر، اگر جاهل صحبت بکنه مغلوب میشه، چون جاهله، حرفی نداره بزنه، حرفی بلد نیست بزنه، هرچی میگه مغلوب میشه. جامعه اگر اهل علم باشن، اگر عالمان در اون زیاد باشند، این عالمان وقتی صحبت میکنند طرفدارانی پیدا میکنند. و اذا اراد الله بقوم شرا کسر جهالهم، اگر جامعه مواجهه با شر بشه و جهالشون زیاد بشن و اقل فقهاهم، فقهاشون در اقلیت باشن، دیگه مردم به حرف فقها اعتنایی نمی کنن، همون جهال هرچی میگن. گاهی ما الان در فضای مجازی میبینید یه شخصیت عالم بزرگوار
سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، حقایقی رو بیان میکنه، ولی اونهایی که این صحبت رو میان میبینن خیلی افراد نادری هن. اما یه آدم های فاسق فاجر جهالی که حرفای زشت بیهودهی میزنن، ببینید یه عده زیادی میرن اونها رو میبینن و طرفدارانی پیدا میکنن. این الان شده یک چیزی در فضای مجازی که خدا انشاءالله این فضای مجازی ما رو اصلاح کنه. ما وظیفه داریم که این فضای مجازی به نحو احسن اصلاح بشه. این وسیله ضلالت مردمه، این وسیله ضلالت انسان هاست که شما میبینید که یک آدمی که اهل فحشا و منکرات و فساد و این هاست میاد یه مطالبی میگه، یک چیزهایی میگه و یه عده زیادی هم میرن اون رو تماشا میکنند و میبینند، و ولی یک عالم بزرگوار میاد یک مطالب حق و حقیقت رو بیان میکنه، ببینید یه عده خیلی کمی، یه عده مؤمنین میرن اون رو نگاه میکنند و گوش میدن. و اینها از مظاهر فساده. ما باید جلوی مظاهر فساد رو بگیریم. هواهای نفسانی انسانها باعث میشه که این فسادها در جامعه زیاد بشه. هرچی گسترش پیدا بکنه، دخترهای ما فاسد میشن، پسرهای ما فاسد میشن، جوانهای عزیز ما به دست این فضاهای مجازی به فساد گرویده میشن. این زمینش باید از بین بره، این فسادها. خب وقتی که جامعه دیدید که به سوی فقها، البته جامعه ما واقعا جامعه است که مردم به علما خیلی احترام میکنن. شما میبینید که میرزای شیرازی فتوا داد که تنباکو حرامه. شما میبینید که مبارزه با انگلیس و استعمار انگلیس با یه فتوای میرزای شیرازی، حتی دربار شاه، بچه های شاه، زن شاه، همه قلیون ها رو کنار گذاشتن، همه شکستن، نابود کردن، گفتن میرزا دستور داده که این حرامه. خب این نفوذی است که علمای ما در ما بین مردم داشتن. مرحوم امام وقتی انقلاب کرد، مردم همه توجه به علما داشتن. اگر توجه به علما نداشتن که انقلاب نمیشد. پس بنابراین به حمد الله مردم ما توجه به علما دارن. حرف مراجع و بزرگان، رهبری معظم انقلاب رو توجه میکنن و گوش میدن. البته ما وظیفه داریم زمینه فساد رو نابود کنیم. خب این فضای مجازی یه زمینه فساده، یعنی یک وسیله ایست در اختیار بچه ها که با یه دجمه مظاهر فساد رو برای خودشون ظاهر میکنن و با فساد مطابق با هوای نفس انسانه. هواهای نفس انسانی، کسی که ایمان قوی نداره، یه جوانی است حالا پر از شهوته. خب یه فضای مجازی شهوت آلود رو وقتی میبینه، خب دنبالش میره. این به طور طبیعی میشه. ما نباید زمینه فساد رو برای مردم فراهم بکنیم. دزاست که علامت تدین و دینداری این است که ما به فقهای خودمون توجه کنیم، به علما توجه بکنیم. و اگر دیدید جهال در رأس امور قرار گرفتند، اگر دیدید جهال مورد توجه مردم قرار گرفتند، این علامت این است که این مردم دارند به فساد رو می آورند. نکته دیگر این است که ایمان که جزء سپاهان عقل به شمار میره، یه موهبت الهی است که انسان ایمان پیدا بکنه.
یه نکته ایست که مورد اختلاف بین علما هم هست که آیا یقین و اعتقاد و ایمان یکی است یا با هم متفاوت است. بعضی ها عقیدشون این است که انسان وقتی یقین به یک مطلبی پیدا میکنه اعتقاد به اون مطلب هم پیدا میکنه، ایمان به اون مطلب هم پیدا میکنه. بعضی ها آمدن گفتن نه، یقین به مطلب با اعتقاد و ایمان یه تفاوت‌هایی داره. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف نظرشون اینه که این دو با هم تلازم دارند، یعنی اعتقاد و ایمان و یقین با هم تلازم. شما یه مطلبی رو که یقین پیدا کنید اعتقاد هم پیدا میکنید، ایمان هم پیدا میکنید. اما بعضی ها میفرمایند بر این که نه، یه خورده با هم فرق دارن. گاهی انسان ها یقین به یه مطلبی رو دارند ولی اون اعتقاد و ایمان رو ندارند. برای روشن شدن این مطلب مرحوم امام یه مثالی می زدن که اون مثالشون این بود که شما می بینید دکترها با کمال صراحت و با ادله قاطع بیان می کنن که شخصی که فوت می کنه این مغز و قلبش از کار می افته، دیگه میگیم مرده و هیچ حرکتی نداره. خب این رو دکترها اعلام کردن و 100% هم بیان کردن و دلایل کافی هم برای این مطلب دارن. اما همون دکتری که با ادله و براهین زیاد میگه مرده، وقتی که مغزش و قلبش از کار افتاد دیگه هیچ حرکتی نداره، اگر بهش بگی آقا پهلوی این مرده بخواب، اینکه دیگه حرکتی نداره، این دیگه جسم بی روحه، روح نداره، یه شب دو شب کنار این مرده بخواب، همون آقای دکتر حاضر نیست بخوابه، خوف میگیرتش، ترس میگیرتش، میترسه که تو اون اتاق بخوابه، در اتاقم بسته باشه، میترسه. بابا این پدر تو بود، این مادر تو بود، این همه یه عمر با هم زندگی کردید، حالا که مرده دیگه میترسی ازش؟ تو که دکتری، تو که بیان کردی که مرده دیگه روح نداره، حرکت نداره، خب کنارش بخواب چه اشکالی داره؟ میبینید یه خوفی درش هست، با اینکه یقین داشته که این فوت کرده، خودش انواع آزمایش ها رو انجام داده، مغز از کار افتاده، قلب از کار افتاده، مرده، اما حاضر نیست پلوی این مرده بخوابه. اما شما میبینید مردشور در مردشورخانه انواع مرده ها هست، شبم همونجا میخوابه، سرشو میذاره رو شکم مرده تا صبح میخوابه، نه ترسی داره نه خوفی داره. خب این با اون ادله علمی هم برایش ثابت نشده، یعنی اون دلایلی که دکتر داره این نداره که به این دلیل به اون دلیل این مرده و روحش از بدنش خارج شده. اما ببینید مردشور خیلی راحت در کنار مرده ها میخوابه. خب این چه فرقیه؟ این دکتر علم داره، دانش داره، ولی اون مردشور ایمان داره که مرده مرده است و هیچ تحرکی نداره، هیچ خطری هم نداره و هیچ ترسی نداره. ایمان یه مرحله بالاتر از علمه، یعنی از علم
یه مقداری قوی تره، که حالا ما تعبیر میکنیم علم الیقین، حق الیقین، مثلا اینها تعبیراتی هست، ولی ایمان یه مرحله بالاتریست که انسان رو به عمل وامی داره. یعنی بعد از این که علم پیدا شد، این به عمل. خب خیلی هستن میدونن سیگار مضره، اما دکتر خودش هم به همه میگه سیگار مضره، ولی خودش سیگار میکشه. علم داره ولی ایمان نداره. ولی وقتی که سینه درد گرفت و ریش خراب شد و دیگه دید واقعا مشکل داره پیدا میکنه، اون موقع دیگه سیگار رو ترک میکنه، کنار میگذاره و این مبدل به ایمان میشه. ایمان آمنو و عمل الصالحات. عمل صالح در کنار ایمانه. یعنی علم مرحله اول، ایمان مرحله بعد، عمل صالح مرحله بعد. شما جزم و عزم بر عمل صالح کی پیدا میکنید؟ موقعی که اون علمتون به ایمان تبدیل بشه. که بگیم ایمان یه مرحله بالاتر از علمه. خب این البته نظریه ایست که بعضی ها در اینجا ابراز کردند که ایمان رو یه مرحله بالاتری از علم میدونن. به تعبیری آمدن فرمودن که عقل مربوط به مغزه و علم مربوط به مغزه، ولی ایمان هم مغز و هم قلب انسان و دل انسان. این قلب و دل هم یه مسئله است که ایمان در قلب، فی قلوبکم، در قلوب شما ایمان رسوخ پیدا کرده باشه. این که ایمان در قلب انسان رسوخ پیدا بکنه، این یه مطلب دیگری است. شیطان علم داشت ولی ایمان نداشت، عمل صالح نداشت، اون ایمانی که لذا شما شیطان میگه جزء کفاره. در بعضی از آیات داریم. خب این کافر چجور کافره؟ این که علم داشت به خداوند، علم داره، ولی اون ایمانی که باید داشته باشه، اون عزم و جزمی که بر عمل صالح باید داشته باشه، اون رو نداره. دزاست که یکی از نکاتی که در این بحث مطرح مسئله ایمان و کفر که اینها ضد هم هستند، اینها باید توجه بکنیم که این یه امر درونیه، یه امر قلبیه. و نکته‌ای که باید در اینجا باز بهش عنایت بشه این است که ایمان اجباری نیست، اکراهی نیست. شما به یک کسی با زور بگید ایمان بیار، نمیتونه ایمان بیاره. وقتی قبول نداره نمیتونه ایمان بیاره. ایمان لا اکراه فی الدین که در آیه قرآن داریم، این لا اکراه فی الدین معناش همینه. اکراه در دین نیست. یعنی چی؟ یعنی این ایمان باید به طور طبیعی در قلب انسان وارد بشه و نمیشه که با اجبار درستش کنید. اجبار و اکراه ایمان برای انسان درست نمی کن. هرچی تو سرش بزنید، هرچی اسلحه بالای سرش بگیرید، بگید آقا ایمان پیدا کن، این ایمان پیدا نمی کنه. ایمان باید اعمال شما رو ببینه، رفتار شما رو ببینه، کارهای خیر شما رو ببینه، انقدر تجربه کنه تا به این ایمان برسه که شما درست دارید میگید، حرفای شما صحیحه، خودتونم دارید عمل میکنید. اینکه ما گاهی خوب حرف میزنیم ولی خوب عمل نمی کنیم،
این باعث میشه که ایمان مردم متزلزل بشه. چرا ایمان ها متزلزل میشه؟ به خاطر اینکه من خوب صحبت میکنم ولی در مقام عمل نمی کنم. مردم وقتی میبینن که یک روحانی عملش متفاوت با قولش هست، این ایمانشون متزلزل میشه. باید ما جوری عمل بکنیم که ایمان مردم تقویت بشه. یعنی اون چه میگوییم، میگیم مردم دروغ نگید، خودمون دروغ نگیم. میگیم مردم غیبت نکنید، خودمون غیبت نکنیم. میگیم به مردم تهمت نزنید، خودمون تهمت نزنیم. اگر خدایی نکرده اعمال ما با گفتار ما تطبیق نکنه، کمک به مستضعفین، کمک به فقرا، نیازمندان، اگر ما بگیم به مردم و خودمون این کار رو نکنیم، این باعث تزلزل در ایمان مردم میشه. تفاوت علوم رسمی با علوم حوزوی همینه. یعنی علوم رسمی معمولی، دانشمندان علوم جدید، اینها وقتی درس بخونند، باسواد بشند، دکترا بگیرند، عرض کنم بر این که بالاتر از دکترا به مقاماتی برسند، اینا میتونه شرابم بخوره، موسیقی هم گوش بده، فحشا و منکرات هم انجام بده و اون درس ها هم بخونه و مقام اول رو هم بیاره. مقام اول علمی در اروپا و امریکا و ممالک شرق و غرب ببینید عنوان اول رو پیدا میکنه، بالاترین فحشا رو هم انجام میده، بالاترین گناه رو هم انجام میده، مفاسد اخلاقی هم داره و مقام اول علمی هم میشه. ولی در علوم فقهی که نورون العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا، در اینجا در حوزه علمیه، در فقه و فقاهت، در علم تفسیر و هاکذا علومی که مربوط به استنباط احکام هست، اینجا کسی که فساد اخلاقی داشته باشه نمیتونه در این علم وارد بشه، نمیتونه نفر اول علم فقه و اصول بشه با فساد اخلاقش. فساد اخلاق باعث میشه که این نتونه پرواز بکنه، چون العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء. اینطور نیست که شما بتونید ملای درجه یک فقاهت بشید در کس در حالی که فاسد هستید. با نماز شبها، با زیارت اربعینها، با زیارت عاشوراها، با تهجدها، با گریه ها و با عبودیت شما به این مقام میرسید. البته با تلاش علمی، در کنار تلاش علمیتون باید اون عبودیت و اون خلوص و اخلاص وجود داشته باشه. دو بال لازم داریم، هم علم هم تقوا. اگر علم و تقوا در کنار هم باشه به مقامات عالیه میرسه، و الا این طلبه‌ای که از اول طلبگیش در این حجره ها زندگی کرده و بعد آمده در جامعه و بعد همینطور گذشته زمان گذشته، یک سابقه سوء در تاریخ زندگیش وجود داشته باشه، این دیگه به مقامات عالیه نمیرسه. تحت ذره بین و دوربین هاست. اگر این طلب خلافکار باشه، این دیگه تمام اخراج میشه. در حالی که در علوم جدید اینطور نیست. علوم جدید هر کسی هر فسادی رو انجام بده، درسش خوب باشه،
مقام اول رو میگیره، امتیازها رو میگیره. ولی در طلبگی اینطور نیست. عالمترین عالم که باشی، بالاترین ملا هم که باشی، یک فساد اخلاقی پیدا بکنی تمام، دیگه اون اخراجه، اون دیگه قابلیت برای تحصیل رو نداره. لذاست که ما ایمان و عمل صالح، ایمان که از جنود عقله، این رو باید ما توجه داشته باشیم که بالاترین مقام برای انسان همون ایمان و عمل صالحه که از جنود عقل هست و ما باید پیروی از عقل داشته باشیم. خداوند متعال به همه ما عنایت کنه، عاقبتمون ختم به خیر بشه و انشاءالله این ایمان و عمل صالح رو داشته باشیم و بتوانیم مردم رو به راه راست هدایت کنیم و مردم هم اگر این ایمان و عمل صالح رو ببینند از علمای ما، از فضلای ما، از مدرسین ما، از طلاب ما اعتقاد پیدا می کنند و اونها هم عمل صالح رو تعقیب خواهند کرد، عمل خواهند کرد. و الا اگر ما بگیم ولی عمل نکنیم، باعث زلالت مردم خواهیم شد، باعث تزلزل ایمان مردم خواهیم شد. خداوند متعال به همه ما توفیق بده پیروی از ائمه علیهم السلام و کلمات نورانی قرآن رو داشته باشیم.